حضور میلیون ها زائر امام حسین علیه السلام در مراسم اربعین در کربلا با وجود گرمای شدید هوا بار دیگر عشق و ارادت محبان اهل بیت علیه السلام را نسبت به سرور شهیدان عالم نشان می‌دهد به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. با وجود گرمای شدید هوای کربلا میلیونها زائر با پای پیاده خود را برای شرکت در مراسم اربعین امام حسین علیه السلام به شهر مقدس کربلا رساندند تا بار دیگر عشق و ارادت خود را نسبت به حضرت سید و نشان دهند. چندی پیش قاسم الیساری رئیس شورای استان کربلا پیشبینی ورود سی میلیون نفر به کربلای معلا را در ایام زیارت اربعین کرده بود. قرار است آخرین آمار زائران از سوی مسئولان عراق در پایان امروز منتشر شود. درجه حرارت بالای هوا نیز نتوانسته مانع حضور عاشقان ابا عبدالله الحسین در مراسم اربعین حسینی شود به طوری که میلیون ها زائر در هوای پنجاه درجه خود را به کربلای معلا رساندند. شهر مقدس کربلا با حضور میلیون ها زائر از داخل و خارج عراق در سال روز اربعین امام حسین علیه السلام مملو و از جمعیت است. کمیته عالی تامین امنیت مراسم اربعین حسینی در عراق اعلام کرد که تعداد زائران در بالاترین حد قرار گرفته و رفت آمد آنها در کربلای معلا به آسانی صورت می گیرد. همچنین سه استان عراق برای بازگشت زائران حسینی در حالت آماده باش قرار گرفتند و هزاران زائر نیز از گذرگاه های زمینی به کشورهای خود باز می گردند. تدابیر امنیتی نیروهای عراقی نیز برای برگزاری این مراسم در بالاترین حد ممکن بوده و ایستهای بازرسی متعددی در مسیر زوار و راه منتهی به حرم های متبرکه ایجاد شده است. موکب های پذیرایی نیز به صورت شبانه روزی در حال توزیع غذا و آب در میان زائران حسینی هستند و تیم های پزشکی در این منطقه مستقر می باشند. پذیرایی از زائران یکی از رسوم به جامانده از گذشته های دور است که در میان مردم عراق تا کنون با شور و شوق فراوان رواج داشته و شیعیان عراق با جان و دل و بعضا بذل تمامی مال خیش و اهدای نزورات و حضور شبان روزی در جایگاه های مخصوص از زائران عربین عبا عبدالله به بهترین شکل ممکن پذیرایی نموده و یا برای اسکان آنان را جای می دهند. هیئت‌ها و مؤسسات و مجموعه های مذهبی عراق چادرهای بزرگی در مسیر پیاده روی زائران حسینی برپا می کنند که به آنها موکب یا موزیف می گویند و زائران را برای پذیرایی و استراحت در آنها جای می دهند. موکب ها به صورت رایگان به زائران اربعین در مسیر مشایه اربعین تا داخل شهر مقدس کربلا خدمات ارائه می دهند و مدیریت موکب ها هم به شکل مردمی و مستقل از دولت انجام می شود. طی روزهای اخیر نیز مواکب و دسته های ازاداری وارد حرم های متحر حسینی و عباسی شده و مشغول ازاداری شدند. محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق با حضور در کربلا بر روند خدمات ارائه خدمات به زائران شخصا نظارت می نماید. وی از موکب های مسیر مشای اربعین هم بازدید نموده و با صاحبان مواکب از نزدیک گفتگو نمود.